سلام و درود فراوان خدمت تک تک طرفدارای مهربان سرآشپز شف سجاد هستم در خدمت تک تک عزیزان. آقا جوجه درست کردیم، چه جوجه ای، امیدوارم که دنبال کنید و لذت ببرید از آموزش این جوجه. جوجه به همراه سالاد بادمجون، واقعا یه سقی غذای خیلی خوشمزه و فوق‌العاده. امیدوارم که دنبال کنید این آموزش رو و حتما درست کنید، لذت ببرید از این آموزش. قابل توجه دوستان، اون جوجه که مد نظر ماست واسه این غذا یه جوجه 600 تا 700 گرمیه. امیدوارم که دسترسی به این جوجه داشته باشید که واسه هر کورس غذا یه دونه از این جوجه رو مرغمون داخل آبو می‌ذاریم. یک عدد پیاز، یک عدد هویج خرد شده، یه ساقه کلاس خرد شده، کمی زردچوبه، در آخر فلفسیا و نمک. زیر گازمون رو کم میکنیم، به همین صورت زمینیم یک رو مرغمون بجوشه. واسه اینکه بادمجون حالت سرخ شده کبابی داشته باشیم، من روغن خیلی کمی استفاده میکنیم. بادمجون های خرد شده مونه به همین صورت با پوست که خرد کردیم به تاوامون اضافه کنیم. خیلی سریع روغنی که داخل تاوامون بود، همونطور که دارید میبینید، بادمجون ها به خودشون گرفت. بعد از به همین مرحله که بادمجوناتون رسید، بوی بادمجونتون در اومد، کافیه زیر گازتون رو خاموش کنید. زیر دیگه مقداری دیگه هم همینطوری داخل تابه این بادمجونامون باشه. واسه درست کردن سس سبزیمون یا همون گرین سسمون، یه مقداری نعنا، یه مقداری گیشنیز، کمی جعفری، لیمو تازه، چای خوری، سیر لنشو، فلفل سیاه، نمک، روغن زیتون. اینم از مرغمون، از تو آب درش آوردم بعد 10 دقیقه یه رو. همینطوری که دارید میبینید داخل آب کش گذاشتم تا آبش کاملا بره و آماده سرخ شدن بشه. خب این روغن کرمانشاهیه، شما هم از کره آب شده میتونید استفاده کنید واسه سرخ کردن این جوجتون، هم از روغن مایه، هم روغن کرمانشاهی. من از روغن کرمانشاهی استفاده کردم. الان وقتی که جوجه هم میذارم داخل این روغنم تا قشنگ سرخ بشه. البته من میخوام از فکر کنم این سولوش 3 تا 4 تا دونه جوجه رو تو این روغن سرخ کنم، به خاطر همین روغن خیلی زیاد استفاده کردم. واسه درست کردن سالاد مخصوص این جوجهمون، بادمجونای سرخ شدهمون رو بذار چشکی، همینطوری که دارید می‌بینید جعفری، نعنای خرد شده دارم، اینو به این بادمجونا اضافه کنم. 50 گرم پنیر فتا، فلفل قرمز تازه خرد شده یک عدد، لیمو تازه، گردو آسیاب شده یه مقدار، گلپر، فلفل سیاه، روغن زیتون یه مقدار، روغن تو هم که ترمیم این جوجه‌مون رو برگردیم تا اون طرف شما قشنگ برسه. این گوشه بشقاب یه مقداری رب انار، طرف دیگه یه مقداری سس سبزیمون یا گرین سسمون، رب انارمون رو خط میندازیم با چنگال به همین صورت که دیدید. حالا سس سبزیمون رو با قاشق، سالاد بادمجونمون رو وسط بشقابمون همینجوری که دارید می‌بینید کار می‌کنیم. خب بشقابمون رو به همین صورتی که دارید می‌بینید در میاریم، آماده است که الان جوجه رو وسط کار قرار بدیم. اینم از جوجه‌مون، یه مقداری هم گردو آسیاب شد. این هم یه بشقاب دیگه، یه غذای دیگه و یه کار متفاوت دیگه. امیدوارم که درست کنید این جوجه رو و لذت کافی رو ببرید.